ما أزم فاذكروني أو سمعتم بغريم أو شهيد فانظروني من شهيد كرملا سر برید از غفایم من شهید کربلایم سر برید از غفایم لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظروني كيف أسسني لتفني فأبوا أن يرحموني من شهيد كربلا يا سربري من چونین بی کس نبودم کندر این وادی رسیدم بی کسم کردی دو چشم از چشمه خون مال و مالم من شهید کربلا سر برید از غفایم وحش و طیر این بیابان جمله سیرابند و چون شد من که از آل رسولم تشنه آب زلالم من شهید کربلایم سر برید از غفایم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعار أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله القرشية ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جستوی کشته بی سر که سراپا همه جانی، جستوی کشته بی سر که سراپا همه جانی، کیست از دادن جان بخرد جان جهان؟ عجبی نیست که عرش دل ما جای تو باشد، عجبی نیست که عرش دل ما جای تو باشد. دوست را جز دل عاشق به جهان نیست مکانی، دوست را جز دل عاشق به جهان نیست مکانی. ما تو را در دل و ما تو را در دل و بیگانه تو را یافت در گل، هر کسی را به تو هر کسی را به تو از رتبه خیش است گمانی. یا ابا عبدالله، آسیان را آسیان را نبود ایمنی از قهر الهی، گناهکار اگه بخواد آمرزیده بشه امان از کی باید بگیره؟ آسیان را نبود ایمنی از قهر الهی مگر از لطف تو آرد، مگر از لطف تو آرد به کف خط امانی. قف امام صادق علیه السلام اگر اونجایی که الان در کربلا شکافته شود جسم جد شما اونجاست، فرمود جد ما مقرش و مستقرش عند ملیک مقتدر است، سمت راست عرش پروردگار، و دو نظر دارد، یک نظر به محل قبر خودش، به زوار قبرش، و یک نظر به مجالسی که برای او منعقد میشه. انسان بداند که این مجلس چه مجلسی است و چه مقامی است و نشستن در اینجا یعنی چه. در اون روایت دارد که بعض شیعیان ما بعضا اگر بفهمن مسئله چه خبره ممکنه قالب تهی کنن. اگر بدانی که این مجلس مورد نظر بقیت الله العظم از هر کجای عالم مجلسی به نام حسین منعقد بشه، مجلسی به نام عزیز فاطمه منعقد بشه، حالا همه
دلهامون رو روانه کنیم به طرف کربلا، از همین راه دور همه بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نصار روح متحر صلوات خلق در مورد اهمیت مسئله معاد عرض کردیم که در قرآن کریم یک سوم، بیش از یک سوم آیات مربوط به معاد است و این اهمیت بحثه و استدلال منطقی و عقلی و برهان عقلی و نقلی هم شب گذشته داشتیم. چند آیه را تیمنن و تبرکن بخوانم که مجلسمون منور به نور قرآن و تفسیر قرآن بشه. در آیه 110 در سوره مبارکه کهف می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدٌ. و این آیه خیلی آیه عجیبی است. در این آیه نمی فرماید کسی که ایمان به معاد داشته باشه، کسی که یقین 100% به معاد داشته باشه. عجیب این داستان معاد. می‌فرماید فمن کان یرجو، اگر کسی امید به این داشته باشه، یه ته دلش امیدواری باشه به این که مسئله قیامت حساب و کتاب، این انسان رو می‌سازد، موجب می‌شود عمل صالح و موجب می شود اخلاص در عمل. و عجیب، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. شرک در عبادت، شرک در عمل نمیاره، عملش خالصانه است. در شأن نزول آیه دو تا داستان نقل کردن، یکی این که یکی از مجاهدین فی سبیل الله خدمت رسول اکرم عرض کرد من خیلی دوست دارم مجاهدت در راه خدا، جهاد فی سبیل الله را، ولیکن دوستم دارم موقعیت من شناخته بشه. خلاصه ما سلحشور هستیم و شمشیر زن هستیم و مجاهد هستیم و اینم در ذهن دوست دارم چطور میشه این آیه نازل شد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. شرک در عبادت نکن، شریک نکن دیگران رو. خدا شریک یعنی کار انسان خدای نخواسته برای خدا و غیر خدا. اگر در عبادت باشه عبادت باطل میشه به فتوای همه فقها. اگر کسی عملی رو انجام بده، شأن نزول دیگرش اینه که کسی آمد خدمت رسول خدا
گفت من نماز میخوانم، روزه میگیرم، صله رحم میرم، اینها، ولیکن مردم وقتی از من تعریف میکنن لذت میبرم، کیف میکنم، این حالت درون من هست. این آیه نازل شد، یعنی انسان هر چی بتواند خودش رو خالص کند، خالص بشود فقط برای خدا. اگر نماز بخوند برای خدا و برای اینکه مردمم بگن چه آدم خوبیه نماز خون، این نماز باطل میشه. وضو بگیرد لإراءت الناس، وضو باطل میشه. روزه بگیرد، حج برود، خمس بده، زکات بده، اگر یه وقت خدای نخواسته نیت آلوده بشه عمل باطل میشه، شرک در عبادت میشه، شرک در عمل میشه. چی باعث میشه خالص بشه عمل؟ ببینید اهمیت مسئله معاد چیه. یکی از کارهای مهمی که ایمان به معاد میکنه، خالص میکنه عمل را. میگه این مردم زنده باد میگن، مرده باد میگن، تعریف کنن، تعریف نکنن. کار رو ما برای کی میکنیم؟ ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این امید به قیامت چنین میکند، امید به نعمتهای الهی، امید به بهشت. آیه دیگه میفرمد و یطعمون الطعام علی حبه. داستان عرض میشود که سوره هل اتی مربوط به اهل بیت، که خدا مداحی میکنه از امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین، که اینهایی که عمل خالصانه ای آوردن، عمل بسیار بسیار خالص و عملی که تقرب جستن به وسیله این عمل به پروردگارشون. ریشش چطور بود؟ و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن. علی حبهی رو بعضی حبهی های حبهی رو زدن به طعام، یعنی مرجع ضمیر طعام، علی حبهی یعنی با اینکه نیاز داشتن به اون طعام. این یک تفسیره. بعضی حبهی ها رو به الله زدن مرجع ضمیر، یعنی لحب الله، لأجل الله. و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا. سه روز روزه گرفتن، هر سه روز افطاریشون رو دادن، یه روز به اسیر دادن، یه روز به فقیر دادن، یه روز به یتیم دادن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آقا ما این کارو کردیم، یک دست درد نکنه نگفت، همین یه دست درد نکنه دنبالش باشی کار خراب میشه. لا نرید منکم جزاء، نمیخوایم جزا بدید ما کاری که میکنیم، شما هم تلافی کنید. بعضی از مردم میگن آقا قدمی که من برداشتم اونم باید در مقابل قدم برداره، کاری کردم اونم باید جواب بده، یا لااقل شکورا تشکر کنه. البته اینی که وظیفه یه طرف چیه او یک بحث دیگه است، ما این طرف رو داریم حساب میکنیم. این کسی که عامل عمل کننده است، اون نباید نه توقع جزا داشته باشه نه توقع شکر تشکر. چرا؟ چون عمل رو برای خدا انجام داده. یه وقت یه کاریه، کار دنیاییست داره انجام میده، نیتش خدا نیست، خب طلبی هم نداری، برای خدا انجام نده. یه وقت کاری برای خدا انجام میده. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اونی که باعث شده ریشه این عمل خالصانه چیه؟ ترس از اون روز عظیم. ترس. و عجیبه این آیه خوف رو میگه، اون آیه قبلی که خوندیم رجا رو میگه. خوف و رجا باید با همدیگه باشه دیگه، انسان هم خائف باشه هم رجا داشته باشه، هم بترسه هم امیدوار باشه. چون انسان همش بشه ترس، این یأس میاره، همش بشه امید، این تجری میاره.
امید کامل 100% بدون ترس خوب نیست، ترس کامل 100% خوب نیست. بشیرن و نذیرا، قرآن میفرماید پیغمبر آمده هم بشارت بده هم بترسان. 50-50 55 یه طرف بشه، 45 یه طرف، کار خراب میشه. امام باقر علیه السلام یه تعبیر خیلی زیبایی دارد، میفرماید این نور امید و رجا و نور خوف در قلب مؤمن باید مساوی باشه، 50-50. بهیج لو وزن هازا علا هازا لم یزد علا هازا، لو وزن هازا لم یزد علا هازا. اگر کشیدنی باشه بخوان بکشنش، این طرف به اون طرف نجربه. این انسانیست که موفق. اگر بخواد همش امید، آه خدا ارحم الراحمین. حاجب اگر معامله هجر با علیس من زامنم، تو هرچه بخواهی گناه کن. این درسته؟ حالا که کار دست امیر المومنین، هرچی دلت بخواد گناه کن. درست نیست؟ گفت امیر المومنین در خواب دید حاجب، فرمود که قصیده خوبی گفتی، آخرش درست کن. حاجب اگر معامله حشر با علی، شرم از رخ علی کن و ترک گناه کن. رجا و امید، آیات قرآن همه همینطور. آیه دیگر عجیب می‌فرماید یستسائلون عن المجرمین. بهشتیا و جهنمیا، حالا به چه صورت؟ آیات زیاد در قرآن که بهشتیا و جهنمیا اشراف دارن. بهشتیا میتونن حرف بزنن با جهنمیا. بعضی سوالاتی که بین بهشتیا و جهنمیا رد و بدل میشه، قرآن بهش اشاره فرموده. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. بعضی وقتا ملائکه ازشون سوال میکنن، بعضی وقتا مؤمنین ازشون سوال میکنن. ای بدبختایی که در سقر افتادید، ما سلککم، چه چیز شما رو در این دوزخ انداخت؟ و اینم باز یه نکته دقیقی است، نمیگه که خدا چرا شما رو انداخت تو این جهنم، چه کار شما رو انداخت تو این جهنم. میگه که خدا به جهنم میبرد، اگر بگه نه عملش به جهنم میبره، این صحیح تره، دقیق تره. اونی که خدا به جهنم میبرد به این معنا که قانون رو خدا وضع کرده، خدا اینجوری قانون عالم رو، تکوین و تشریع رو قرار داده، کسی دنبال این معصیت و انحراف بره، این مسیرش به جهنم. و همه مختارن، همه صاحب اختیارن، میتونن این راهو برن، میتونن بیراهه برن. چی چیز شما رو آورد منجر شد به جهنم؟ قالو، میگن در جواب، میگن دو نکته رو میگن و عجیب آیه. یک، لم نکن من المصلین، ما یکی از گناهانمونی بود تارک الصلا بود، نماز نمیخوند، پیوند با خدا نداشت، ارتباطمون با خدا وز خراب. انسانی که طعم لذت انس و مناجات و نماز را نفهمد، خب ارتباط با خدا، نماز، لم نکن من المصلی، ما ارتباط پیوند با خدا نداشتیم، با خلقم میانمون درست نبود. ولم نکن نطعم المسکین، جنبه یل الحقی و یل الخلقی، هم رابطه با خالق خراب بود، هم رابطه با خلق خراب بود.
دست بیچاره ها رو نمی گرفتیم، ما اطعام مساکین نمی کردیم، به یاد بیچاره ها نبودیم، همش میگفتیم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، ما هم دیگه خودمون کلاه خودمون رو بگیریم، دیگه لازم نیست دنبال کسی. من وضعم اونچنان نیست. هر کس به اندازه خودش، به حد توانایی خودش. بعضا میگه ما که درآمدی نداریم، ما که مثلا وضعی نداریم، نه، همون به همون درآمد و وضع خود باید داشته باشه انسان، ولو یک دلار، پنج دلار، در یک کار خیری، در کمک به مستمند، کمک به ضعفا، هر کس به اندازه خودش. نه برمونه کسی نداره دیگه خب نداری برو راحت برو، نه، فرمود اتقوا النار ولو به شق تمر، یه نصف خرما نداری؟ بعضی وقتا ایثار میکنن بعضی. هر کس که این حالت در وجود انسان باشه، که انسان به یاد خلق خدا باشه، به یاد ضعفا باشه، به یاد بیچاره‌ها باشه، ارتباطش با خدا، ارتباطش با خلق خدا. و کنا نخوز و مع الخائزین، یک بدبختی سومی که داشتیم دنبال اهل باطل بودیم. میدونستیم این طرف منحرفه ولی میرفتیم دنبالش، ساعتها باش میشینیم، شب نشینی ها، امان از این ارتباطات، ارتباطات با افرادی که دل مردن. فرمود نرید، وقتی میشینی با کسی بعد از یه ساعت دو ساعت بلند میشی میری، جز معصیت و جز تاریکی دل چیزی دیگری نبود، چرا میشینی؟ چرا تکرار میکنی؟ و کنا نخوز مع الخائز، اینا دل رو میمیراند، اینا جهنمی میکنه انسان رو. هر روزی یه خشم میندازه روی اون صفحه آینه دلت، بعد از یه مدتی میبینی بعد دیگه کار خراب شد خیلی. اولا متوجه نیست آقا من اینقدر محکمم، پیشه ده تا از اینا بشینم من نمیتونم منحرف کنم، میوالی خودت بخندیم چیکار کنم. نه نه، حضرت مسیح علی نبینا و علیه و علیه السلام گفتن که با کی هم مجالست بشین، فرمود من یذکرکم الله رؤیته، با کسی بشینید که وقتی نگاه میکنید به او یاد خدا بیاندازه شما. اگه ما یک کسی میشینی میبینی که جز غیبت، تهمت، آلودگی، بدبختی چیزی یه نداره، بعضا اینجوری هم بعضا آقا افرادی هستن مریضن، مریض، مرض مصری، میشینه هم از خدا دورش میکنه هم از خلق. بعضا میشینه آقا زندگی زناشویی مردم رو به هم میزنه، ای تو چیکار میکنی نسبت به همسرت؟ مرد رو تحریک میکنه نسبت به زن، زن رو تحریک میکنه نسبت به مرد. نه بابا این کارا چی، این حرفا دیگه ولشون کن، چیکار کن؟ شروع میکنه همینجوری. خب وقتی بد آموزی داره نرو، کنا نخوز و مع الخائزین. بعد میفرماید که بدبختی چهارمی که ما داشتیم ما رو جهنمی کرد، و کنا نکذب و بیوم الدین، گفتیم بابا قیامت چیه، تکذیب میکردیم، بابا بیبیری تمام میشه، ماتفات، این جهنمی میکنه انسان رو. ارتباط با خدا قد، ارتباط با خلق و بیچارگان قد، به طرف بندگان ناشایسته و خائزین، اهل باطل، اهل معصیت، و قیامت هم تکذیب، قیامت نوری در دلش نتابنده، این منجر میشه به سقر. ما سلککم فی سقر، این چهار تا خلاص، خیلی باید مراقب باشی. خیلی ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم
ولا يحض على طعام المسكين. آیا دیدی اون کسی که تکذیب کرد قیامت را؟ نتیجه تکذیب چیه؟ باز میاد در این علامت یدو الیتیم، یتیم رو. البته این یدو الیتیم یدو فعل مضارعه، یعنی این حالت درش استمرار داشته باشه. حالا یه وقتی کسی حال نداشت، یه وقت ناراحت بود، عصبانی بود، پول نداشت، یا مثلا چی، حالا یه یتیمی رو عرض می شود که اونم خوب نیست، نمیگم خوبه، لیکن این آیه اون رو نمیگه. اون کسی که دائما کارش اینه، نه یتیم، نه این که مردم رو برانگیزد برای کمک به ضعفا بیچاره ها. بعضی برعکسن، به جای که خودشون کمک کنن، دستگیری کنن، یکی هم میخواد دستگیری کنه، بهش کن بابا حوصله داری، نفی میکنن. یصدون عن سبیل الله. این منشأش چیه؟ منشأش که ایمان به معاد نیست، بیچاره است. یکذب و به یوم الدینه. یه دعا الیتیم در شأن نزول این میگن ابو سفیان هر هفته یکی دوتا شتر ذبح میکرد، گوشت فراوان، ولی برای خودش، فامیلش پولدارا. یتیمی میومد، مسکینی میومد، با عصا میزد، با عصا میزد. در شأن نزول راجع به او میفرمایند این آیه نازل شد، یدو الیتیم، میزند با عصا یتیم رو. گاهی بعضی وقتی یک خیری هم انجام میدن، پول دارا و عرض میشه اینا، همه رو باید با هم بگیم. چجوری مهمانی بکنیم؟ مهمانی باید در هم باشه. امام امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف نامه نوشت، فرمود شنیدم رفتی توی مهمانی که همش پولدارا بودن، عائلهم مجفوع غنیهم مدعو. مهمانی که سبک سنگین کردن، در هم دعوت نکردن. امیرالمومنین بدش میاد از این مهمانی. همه به سویه، الناس سواسیه، مثل عرض می شود که دامه های شانه پیغمبر می فرموید. فذلک الذی یدعو الیتیم. امثال این آیات زیاد، یه چند تا روایت هم بگم که جمع بین ثقلین میشه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید والله، این جمله را اگر غیر علی می‌گفت باور کردنش مشکل بود، ولی امیرالمؤمنین فرمود و قسمم یاد فرمود، والله لئن ابیت على حسك السعدان مسهدا او اجر في الاغلال مصفدا، به خدا قسم اگر شب منو بخوابونن روی خار مقیلان، کسی که بخوابوننش روی خار مقیلان شب تا صبح مگه خوابش میره؟ این خار همیشه تو بدنش فرو میره. صبح چی؟ صبح هم دست و پامو ببندن، قل و زنجی و جرلک بکشانن مرا مصفتن، با قل و زنجیر روی زمین، روی این خار و خاشاک، اون شب، این روز، احب الی، بهتر است برای من، ان القى الله و رسوله یوم القیامه، اینی که روز قیامت. این ببینید امواج نیرومند ایمان به معاد در این کلمات مولا نمایانه. برای من محبوب تره که روز قیامت با خدا ملاقات کنم، با رسول خدا ملاقات کنم، ظالما لبعض العباد، در حالتی که مظلمه به گردنم باشه، بعضی بندگان رو ظلم کرده باشم،
قاصبا لشیء من الحطام، قصب کرده باشم چیزی رو. چیه؟ یه مقدار کاه از کسی. کاه ارزشی نداره، یعنی بی ارزش ترین چیز مال کسی باشه من قصب کرده باشم. اگر روی زمین و روی خار مقیلان شب و روز مرا بکشن، بدنم خون آلود پاره پاره بشه، برای من بهتره که یه کاهی رو از کسی قصب بکنم. بعضا میبینی همطور جریب جریب زمین های مردم رو میخورن، پول مردم رو بالا میکشن. در همینجا مواظب باشید، خیلی افراد عرض میشود که شانلاتان زیاد شده، مراقب باشید. پول میگیرن، کلاهبرداری میکنن، خیلی اینا ایمان دارن به قیامت؟ نه. به قول اون آقام گفت اینا یقین کردن که معاد نیست. به این یقین رسیدن برعکس. این آیاتی که میفرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. خیلی زیبا میگه قرآن. چند جا آیه این یظن و یظن هست؟ گمان به معادم نمیذاره انسان آلوده این چیزها بشه، چی برسه ایمانش، باورش. روز عاشورا بعضن اصحاب نگاه میکردن، به یکدیگر نگاه میکردن، به امام حسین، انظروا لا یبالی بالموت، نگاه کنید مثل که اصلا از مرگ هیچ حراس نداره. این جمله رو امام حسین شنید، فرمود صبرن بن الکرام، صبر کنید ای آزاد مردها بزرگوارا. فمن الموت الا قنطره، این مرگ جز پلی نیست. تعبر بكم عن البؤس و الضراء ان الجنان الواسع، عبور شماست با بهشت، با جنان الواسعه و نعیم دائمه، نعیم ابدی. فاصله شما فقط یک مرگ، مثل یک پل میرید اون طرف. فایکم یکره ان ینتقل من سجن الى قصر، چه کسی بدش میاد که از زندان ببرنش تو قصر؟ اینجا زندانه. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، برعکس. چون مؤمن میگه از اینجا آزاد میشم، کجا میرم؟ جنت الفردوس. فرمود از پدرم، از جدم رسول خدا که خاتم انبیا فرمود ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر و الموت جسرها الى جنانهم و جسرها الى جحیمهم. این مرگ پل برای اینها به بهشت، برای اونام به جهنم. ما کذبت و لا کذب، نه دروغ میگم نه دروغ شنیدم، یعنی ما به این حرف یقین داریم، ما به فرمایش جدمون یقین داریم، ایمان داریم. رمز حماسه عاشورا همین اولسنا علی الحق اذن لا نبالی بالموت. جوان 18 سالش هم وقتی استرجاع میشنود انا لله و انا الیه راجعون، به پدرش عرض میکنه اولسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم، اذن لا نبالی بالموت، ما هیچ باکی از مرگ نداریم. خدا را قسم میدیم به حقیقت محمد آل محمد که معاد را به تمام حقائق در قلوب ما مستحکم بفرماید، ایمان ما نسبت به معاد را روز افزون بگرداند، به برکت قرآن و به برکت سید الشهدا علیه السلام.
ابن عباس روایتی نقل میکنه و عجیب این روایت. صدوق در کمال الدین و تمام النعمه این روایت رو نقل کرده، میگه همراه امیر المؤمنین در حرکت بود بعد از جنگ صفین، در راه میرفت. رسیدیم به یک منطقه، من کنار امیر المومنین سوار بر اسب میرفتیم، یک مرتبه دیدم امیر المومنین شروع کردن به گریه کردن، های های گریه گریه. بعد صدا زد، ابن عباس میگه با صدای بلند به من فرمود یا ابن عباس اتعرف هذا الموضع، میدونی اینجا کجاست؟ عرض کردم نه. قال لو عرفته که معرفتی لم تکن تجوزه حتی تبکی که بکا، اگر میدانستی که اینجا کجا، از اینجا عبور نمی کردی الا اینکه مثل من گریه می کردی، اینجا کجاست؟ فبکا، امام این جمله رو فرمود، حتی خذلت لحیته و سالت الدموع على صدره. عجیب، گریه نه اینکه اومد رو محاسن مثل ناودان از چشم عشق سرازی، روی محاسن، از روی محاسن علا صدره، میریخ روی سینه عشقای چشم امیرون. و بکه اینا، خب وقتی مردم امیر المومنین رو به این گریه ببینن، و هو یقول، بعد این جملات رو گفت، آه مالی و لآل ابی صفی، مرا کجا با آل ابی صفی، مالی و لآل حرب، مرا کجا با آل حرب ابو صفیان، حزب الشیطان و اولیاء الکفره. حضرت فرمود که یه مختصر خوابی چشمم رو گرفت، در همین صحرا دیدم این صحرا دریایی از خون است، یه کسی داره ناله می کند و همش مرتب میگه هل من ناصر، هل من ناصر ینصر. ابن عباس این صدا کشید مرا، رفتم جلو، رفتم جلو، کیو دیدم؟ دیدم نور چشمم، تعبیر امام، فرختی، جوجه خودم، عزیز دلم، حسینم میان دریای خون او در استغاثه میکنه. فلذا وقتی مثل امروزی رسیدن، عرض می شود که به کربلا، اونا گفتن شما باید اینجا بمانید و اینا، پرسیدن حضرت که اسم اینجا چیه، چه اسمی داره، گفتن نمیدونیم، پیرمردی رو خبر کردن و بردن. حضرت فرمود که نام اینجا چیه؟ گفت نام اینجا قاضریه است. نام دیگه داره، حلها اسم آخر نی نواز، هلها اسم آخر، که نهوی اسمی رو امام شنیده است و به او وعده داده شده است. تا رسید گفت آقا بهش یقال لها کربن و بلا، کربلا هم بهش میگه. تا گفت کربلا میگن، فرمود ها همینجا ما خیمه ها رو میزنیم، همینجا بارها رو بریزید، همینجا باید ما بمانیم. تا این دستور رو دادن قافله رو نگه داشتن. چه خبره؟ امام دستور داده که اینجا بارها رو پایین بیارید. با
به خانوما مخدراتم خبر دادن، بی بی زینب اومد جلو، گفت چیه برادر جان؟ حسین من فرمود که عرض می شود که اینجا میخوایم دیگه بمانیم، اینجا گفتیم که بارها رو پایین بیارن. حضرت گفت برادرم از وقتی که وارد این صحرا شدیم این منطقه، غم رو دلم رو گرفته، یه حالت دلگیری داره، نمیشه بریم جای دیگه ای؟ فرمود نه، همینجا باید بمانیم. حضرت اصرار ایشون دید که نه دیگه، باید مطلب رو واضح به زینب بگه. یه مرتبه صدا زد، ها هنا من آخر رکابنا، ها هنا مسفک و دمائنا، ها هنا محل سبی نسائنا، اینجا جاییست که خون ما بر زمین ریخته می شود، اینجا جاییست که بدن من قطع قطع می شود، اینجا جاییست که زراری و بچه ها و زنان ما به اسارت می برند. یه وقت بیبی زینب دست ها رو رو سر گذاشت، ای صدا می زد، وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا، بار بکشایید، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشنا، بار بکشایید، خوش منزل گهیست، تا به جنت زین مکان اندک رهیس. اینجا وقتی بی بی میخواست پیاده بشه، همه میامدن، جوانها، علی اکبر، قاسم، قمر بنی هاشم، همه رکاب بگیرن، بی بی زینب میخواد پیاده بشه. اون روزی که مثل روز دوم محرم وارد به زمین کربلا شد، اما امام زمانی ابن الحسن وقتی روز 11 میخواست از این زمین بره، وقتی میخواست سوار ناقه بشه، آمدن فرمود نامحرم ها کنار برید، ما خودمون سوار میکنیم فرزندانمون رو، زنهامون رو. با ام کلثوم کمک کرد، همه رو سوار بر ناقه کرد، بی بی ها رو سوار میکرد، رو دامن هر کسی یه بچه میگذاشت، دیگه حالا نوبت خودش شد. ام کلثوم هم سوار کرد، همه را خودش میخواست سوار بشه، یه نگاهی به طرف گودال قتل کار کرد، ای هم سفر زینب، رفتیم و خدا حافظ. میخوایی با زینب هم نالشی بگو؟ بگو محرمه دیگه، کی میخوایم گریه کنیم؟ ای هم سفر زینب، رفتیم و خدا حافظ. بی حاجت هم ناله نکنی، یا اونایی که حاجت دارین وقتش الان. ای تاج سر زینب، رفتیم و خدا حافظ. برادر حسین من، داداش، ماندی تو در این صحرا، رفتیم و خدا حافظ. با جمله عزیزانت رفتیم و خدا حافظ. حسین من گفتم که تو برداری تابوت مرا، بردوش، امیدم این بود من زودتر از تو از دنیا برم، تو زیر جنازه زینب رو بگیری، اما بر کشته تو افتاد آخر نظر زینب. ای هم سفر زینب،
ای تاج سره، ای تاج سره رفتیم خدا. این جمله را میگم معذرت میخوام امام زمان، تا سایه تو بودی ما پرده نشین بودیم، اما بعد از تو به غارت رفت مجرز سر زمین.